سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته. جمشید چالنگی هستم، همراه شما عزیزان خواهم بود در ساعت پیش رو. آنچه که در نیویورک گذشت، آقای حسن روحانی آیا توانست گرهی از گره‌های ناگشوده روابط ایران و غرب را بگشاید؟ آیا جمهوری اسلامی در دایره بسته مشکلات خود با غرب که از برنامه اتمی جمهوری اسلامی سرچشمه میگیرد گرفتار شده است؟ سیاست نزدیکی و طلب نزدیکی با آمریکا از سوی تهران آیا به موفقیت‌های طی سفر آقای روحانی و همراهانش به نیویورک به جایی رسیده است؟ چه رویدادهایی در پشت پرده اتفاق افتاد در جریان بودن آقای حسن روحانی، حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ولایت فقیه در نیویورک؟ پرسش ها در این زمینه و زمینه های مربوط به آن بسیار است. در میان میگذاریم با میهمانان جمعه شب های تفسیر خبر در استودیو آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده و در واشنگتن آقای دکتر محسن سازگارا. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خوش اومدید آقای نوری. درود بر شما جناب چالنگی، درود به دکتر سازگارای عزیز و بینندگان ما در هر کجای جهان، به ویژه در خانه پدری. بندم پوزش میخوام، آقای بزرگزاده سرماخوردگی رو دوباره به بنده داد، البته به همه داد. به همه آقای بزرگزاده ایشون گفتم من به همه میدم. شخص بخشنده هستن، سخی هستن ایشون. اکثر مطاب زکامشون نصیب ما میشه. در حال صدای بنده خراب است و محبتاشون هم همیشه هست، شامل دوستان میشه. البته تهیه کننده برنامه اونم تینای عزیزمون هم سرما خورده از آقای بزرگزاده گرفتن، فضا رو پر از ویروس های سرما خورده کردن برطرف خود. البته قول دادن شلغم بیارن که اینجا همه خودشون، ولی خوشبختانه سر ما رو گنده بعدن خوب شدن. بله آقای نوری‌زاده عزیز، آقای روحانی در نیویورک چه اتفاقی افتاد؟ به نظر میاد صحبت های ایشون تقریبا همون صحبت های رؤسای جمهوری پیشین بود، اما با ادبیات تازه تری، با ادبیات شکل محترمانه تری به این شکل بود، اما گره‌ای گشوده نشد. برنامه اتمی همچنان پیشنهاد روشنی از تهران داده نشد. ببینید، چیزی که برای من خیلی قابل تحمل بود این لاغاره کوبیدن رسانه های آمریکایی و انگلیسی و مسئولان اظهار نظر کردن. گویی که آقای روبین گفته بود که بابا باید با خامنه ای حرف بزنی، اینا هم حرفه. ناکر روبین. بله، ولی من چیزی که برام خیلی قابل تأمل بود، دقیقا رفتم سخنرانی آقای خاتمی رو آوردم و مقایسه کردم با سخنرانی ایشون. بسیار مال خاتمی قشنگ تر بود. دیروز من تو العربیه بودم تو برنامه حدث، نجوا ازم پرسید که آقا برای اولین بار یه وکیل کلیمی با ایشون اومده در سازمان ملل، کدام اختیار دارید؟ با آقای خاتمی هم همیشه آقای دکتر موریس معتمد میمد، نه فقط در امریکا، در من در هر جا که ایشون رفت من رفتم آقای دکتر موریس معتمدم بود. یهودی های افراطی ضد اسرائیل هم میمدن باشون روبوسی، و حتی با خود آقای خاتمی با احمد نژاد هم کرد. بعد گفتن نه، احمد نژاد هم اومده بود، مثل اینکه نیومده وکیل یهودی ها نیومده بود باش، ولی اون هاخامای افراطی اومدن باش روبوسی کردن. قرض این که آنقدر جنجال کردن، هیاهوی بسیار، که خودشون هم اون وقت شروع کردن
پردیکت کردن که چه اتفاقی میفته. خانم امانپور هم که روسری رو دیگه راحت برداشته بود، چنان ذوب شده در وجود آقای روحانی بود که اصلا یه سوال نکرد. خب آقای روحانی تشریف بردید اینجا، تکلیف آقای موسوی و کروبی، حالا بقیه زندانی ها رو فراموش کنید، چه خواهد شد؟ باید منتظر عید قدیر بمونن تا فرمان ملوکانه صادر بشه. خیلی به نظر من چیپ بود تمام این تبلیغات و اینا. و آقای روحانی حتی ناهاری که دبیر کل سازمان ملل ترتیب داده، تمام رؤسای دول نشستن، برای ایشون هم جای ویژه گذاشتن، عین مال آقای خاتمی. منتها حداقل آقای خاتمی صادق بود، ارباب اجازه نداد در رفت. آقای روحانی بهانه شراب رو آوردن. شما در این فیلم پادشاه اردن رو میبینید گیلاس آب رو بر میداره میخوره، رئیس جمهوری بورکینافاسو هم شراب داره میخوره، خب چه ربطی داره؟ خب اینا جنبه نمایشی قضیه است، ممکنه بره ممکنه نه. این مسئله اتمی آقای روحانی به جای اینکه برای جهان حرف بزنه، ادبیات شیکتری هم بود، بیشتر خواست حسین شریعت مداری رو شادمان کنه که تیتر بزرگ زد حالا ما هم ارزیم با آمریکا، و آقای قاسم سلیمانی رو که برگرده بگه بله دیگه آمریکا اعتراف کرد نمیتونه ما رو براندازه. یعنی در واقع به نظر من یه نوعی آقای روحانی میخواست اطمینان به ولی فقیه بده. درسته تو برنامه اتمی من دارم میرم جلو، اما مطمئن باشید من همانم که قبلا بودم، نوکر شما و مطیع شما و مطابق فرموده های شما عمل میکنم. گاردین دیروز دو صفحه زده بود سخنرانی آقای روحانی و آقای اوباما رو مقایسه کرده بود. سخنرانی اوباما سر تا سرش دقیق حساب شده، پرسایس. اگه میخواید دوستی بکنیم آغوش ما بازه، دشمنی نمیتونیم بکنیم، این مشکلات رو خواهید داشت. خیلی مثلا سخنرانی به هیچ وجه آقای روحانی پاسخ نداد. از همون اول روحانی در سخنرانی اوباما نشست. من شاهد بودم، عرض کردم خدمتون، خاتمی نفر 24 بود، کلینتون اومد گفت خاتمی رو بردن نفر 6 که کلینتون بشینه ببینه، چون خاتمی نشست گوش کرد. غرض من اینه که بسیار برای آقای روحانی متاسفم. این همه برای زمینه چیدن. برنامه اتمی هم قربونت برم، اینا سر برنامه اتمی میخوان توافق کنن چون چاره ای ندارن، چون گلوشون گیره. اتفاقا صحبت همینجاست، میرسیم به مسئله اتمی. آیا میتونن توافق کنن یا نمیتونن، یه بحثی هست در این وسط. اما گاردین یا بقیه رو خود شما بهتر میدونید که در جریان هستید. مثلا آقای احمدی نژاد با سی‌ان‌ان با لری کینگ و بقیه نشستن صحبت کردن دیگه. 5 میلیون دلار هزینه‌اش بود. اینا رو خب میشه خرید، میشه این کارا رو کرد. بس بر سر اینه، آقای روحانی در سازمان ملل متحد راجب امید صحبت کردن در سازمان ملل، این یه جور مثل انشاخونیست، اون به جای خود. آقای خاتمی اومد در سازمان ملل مسئله گفتگوی تمدن‌ها رو مطرح کرد که این باز انحرافی بود از مسائل واقعی مربوط به اتمی. آقای روحانی هم مبارزه علیه خشونت رو، پرسش این بود که خشونت اول از خانه شروع میشه هلی. نیست؟ صد درصد. یعنی جهان که منتظر این نیستش که رئیس جمهور یک کشور مثل ایران یا جای دیگه بیاد و پیشنهاد بده. اگه قرار علیه خشونت مبارزه بشه، خب راه های دیگه هم هست. اگه قرار بشه پس تو سوریه چیکار میکنی شما؟ و بعد ببینید آقای چالنگی، چیزی که من خیلی برام مسئله بود که آقای روحانی که میاد صحبت میکنه مبارزه با خشونت، اون کسی که نسته باش گفتگو میکنه، خانم امانپور یا دیگری یا مسئولان آمریکایی، یک کلمه راجع به حقوق بشر در ایران نمیگن. خب شما میدونید که سوالا رو قبلا به این شرط مصاحبه و پول مربوطه رد و بدل میشه به شبکه‌ها که سوالا قبلا تصویب شده. تأسفه. قربون همون روزنامه نگار فقیر سخت زندگی کنه خودمون که حاضر نیست خودشو بفروشه. حالا به اتفاق آقای نوریزاده که سرمایه شدیدی خورده، میریم به واشنگتن. آقای سازدارا سلام به شما. عرض سلام و ارادت دارم آقای چالنگی خدمت شما، آقای دکتر نوریزاده عزیز و همه بینندگان گرامی. گفت تنت به ناز طبیعی نیازمند مباد، نبینم که آقا در
تلویزیون شما ویروس بیاد و سرماخوردگی همه رو بگیره، انشالله که به خیر بگذره. به قول قدیمی های خود اسفند دود کنین، بلکه چشم نظر از دور تلویزیونتون بره کنار. ما حتی سیر هم آویزون کردیم دمه در مبادا دراکولا این برا پیدا شده. به هر حال کار انگلیس ها این داره بار نیست، کار آقای بزرگزاده. آقای سازگار ارزیابی شما رو میشنویم، از سخنرانی آقای روحانی چه نشانه هایی درش بود، چه برای گشایش این معضلی که وجود داره، پیامدش هم خب تحریم هاست. بله، منم مثل هر ایرانی دیگه ای خیلی با دقت سعی کردم دنبال کنم آقای چلنگی، برای اینکه خب به سرنوشت همه ملت ایران بستگی داره و مسئله ایست که این پروژه بی سرانجام اتمی و هوس آقای خامنه‌ای و استراتژی غلط سپاهی ها مملکت ما رو گرفتار کرده. آقای روحانی والا سخنرانیش به قول نیویورک تایمز مفسرش نوشته بود که آقای روحانی انگار برای آدینس و مخاطبش در ایران صحبت میکرد. صحبت ایشون رو یه مقداری اون پریدن به هولوکاست و 11 سپتامبر رو، محو اسرائیل و امام زمان احمدی نژاد از توی حرف احمدی نژاد در بیارین، تقریبا همون حرف هست. من واقعیتش شخصا بگم نپسندیدم. یعنی این داستان وعده نسخه برای همه دنیا دادن، این رجال ما رو کشته. یعنی دنیا انتظار نداره آقای روحانی بیاد حالا بگه ائتلاف ضد خشونت درست کنیم. نخست وزیر سوئد نیست که بتونه بگه که من مرکز صلح دنیامو، یا در نروژ مثلا نوبل صلح ما میدیم. کشور ایرانه که اولین پاسخی که هر کس به این قبیل حرفا میگه، یا احمدی نژاد میگفت مهرورزی و نمیدونم اینا، بلافاصله همه دنیا میگن آقا اگه دانی که نون دادن ثواب، خودت بخور که بغدادت خرابه، تو کشور خودت نشون بده خشونت ورزی نمی‌کنی، زنا رو تو خیابون کتک نمیزنی، به زور سوار وانت نمیکنی، زندانیا رو تو زندان اعدام نمیکنی، موسوی و کروبی رو تو حصر نمیکنی، دراویش رو نمیکنی تو حصر، اهل سنت بهایی ها تو سوریه آدم نکش، تو عراق بمب نذار، بعد یا حرف صلح بزن. من اتفاقا تلویزیون NPR، رادیوی NPR امریکا، عمومی امریکا مصاحبه میکرد، همین از من پرسید، گفتم والله منم مثل هر کسی دیگه اولین واکنشم به این قبیل پیشنهادات این است که آقا شما در مملکت خودت اول آشتی و صلح و کمان که با آقای خاتمی هم دنیا همینو میگم، تو میگی گفتگوی تمدنها اول داخل مملکت خودت ببین میتونی گفتگو کنی، روزنامه ها میشه آزاد باشن، یه روزنامه نگار حرف بزنه زندان نیفته، تا بعد بیا به دنیا بگو، بیا بشینیم گفتگو کن. به هر حال به نظرم اون تیکه ها که واقعا زائد بود و آقای روحانی میتوانست خیلی 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 روشن، شفاف و به دور از کلیگویی ها 3 تا 4 تا خط اساسی رو که قرار وزیر خارجش بشینه و 5 به اضافه 1 دیروز صحبت کرده که اونم موکول شده به حالا جلسات تخصصی در آخر ماه مهر، میتونست بگه آقا ما مثلا غنی‌سازی رو میخوایم، که البته اینو گفتیشون تو صحبتش در خاک خودمون، انقدر درصدی رو حاضریم مثلا الحاقیه MPT رو حاضریم امضا کنیم، 3 تا 4 تا حرف عمومی، و بعدم مثل اوباما میگه من به وزیر خارجم مأموریت دادم اینو بشینه حل کنه. دنیا هم میفهمید ایران چی میگه. من از نکات سیاسی هم که در حاشیه دیدار هست، همین مسئله دست دادن به آقای اوباما که قبلا ایران با وزارت خارجه امریکا هماهنگ کرده بود و قرارشون بود که یک به اصطلاح شیکینگ هند و یه دست دادن دوستانه ای در راه رو یا سر اون نهار که آقای نوری‌زاده اشاره کردن اتفاق بیفته که یخ هم آب بشه یه قدم، خب در آخرین لحظه ایران زد زیرش. روز قبلش از تهران دست دادن به آقای روحانی و در واقع آقای خامنه‌ای که آدم مذبذبیه، ایشون بهش فشار که میارن عقیدش رو عوض میکنه. ایشون به روحانی قول داده بود، اختیار داده بود برو مذاکره کن، اگه لازم شد با امریکاییام جداگانه بشین
و مسئله رو حل کن. اینا هم دستگاه وزارت خارجه ایران هم هماهنگی کرده بودن یه دستور آرو بدن و یه نمیدونم حتی قرار بود روحانی پای صحبت اوباما بشینه و اوباما متقابلا بشینه. روز قبلش معلوم نیست از تهران سپاهیا چه فشاری به ایشون آوردن، میرن میگن آقا بسیجی ها ناراحتن، مسجد نمیدونم فلان، بچه ها دلخور بودن. ایشون از تهران گفتن نخرین نکنیم. ایران هم به امریکایی ها گفتن نه ماجرا خیلی پیچیده است و اونا هم آدم های پراگماتیستی هست. یعنی از مسجد نارمک هم غافل نشین، از مسجد نارمک و آقای احمدی نژاد نه والا اینطوری ها گزارش بدن، یا تو اون بولتن های محرمانه می نویسن این آقایون مستبدین و دیکتاتور ها اسیر این بولتن های محرمانه که در فلانجا مثلا بچه های بسیجی شب نشستن ناراحت بودن، آقا هم می فرمایند که نخیر حالا الان تون نرین نگه دارین. به هر حال این ماجرا الان دنیا علت این که اینقدر با اهمیت تلقی می کنه، برای اینکه به هر حال بحران سرش هم توی کشورهای منطقه است و رابطه ایران و آمریکا می دانند خبرنگارا، روزنامه نگارا، مفسرین که یک بخشی از مشکلات منطقه خاورمیانه است، در سوریه، در عراق، در لبنان، و آقایون خب کار چیزی نمی کنم. من یه نکته هم عرض کنم و عرضم تموم کنم. آقای رحیم تفتی دیدم اظهار نظر فرمودن که رئیس جمهور امریکا اعتراف کرد که تغییر رژیم نمیخوام بدیم. این اصلا حرف جدیدی نیست آقای چالنگی. بله اصلا کسیش رئیس جمهوری نمیتونه بگه ما میخوایم تغییر رژیم بدیم. اصلا بنده به شما عرض کنم سال هاست سیاست رسمی کاخ سفید امریکا چینج آف رژیم نیست. بارها هم اعلام کردن، آقای بوش هم اعلام کرده چینج آف بیهیویر آف رژیم ایرانه، تغییر رژیم ایران نیست، تغییر رفتار رژیم ایرانه، هم در عرصه جهانی هم نسبت به مردم خودش. و بنده هم به عنوان یه ایرانی عرض میکنم و یه ایرانی مخالف رژیم که اساسا به نه به امریکا به هیچ کشوری رفت نداره، تغییر رژیم ایران، تغییر رژیم ایران انحصارا وظیفه ملت ایرانه که به درستی هم انجام خواهد داد. دنیا فقط توقعی که ازش هست این است که مثل افریقای جنوبی، مثل برمه، مثل لهستان، ده جای دیگه دنیا، آزادی خواهای دنیا کمک کنن به مردم ایران که رژیم ایران حقوق مردم ایران نقض نکنه، مردم زندان اعدام نکنه. اما اصلا حرف جدیدی نبود آقای اوباما. این حرف از قضا حرفهای آقای اوباما هم نکته جدیدی نداشت، فقط شست رفته عوازه کاخ سفید کنار هم بله به حرفهای آقای اوباما حتما خواهیم رسید. اما این نوریزاده ببینین آقای خامنه‌ای گفتن نروژ قهرمانانه، بعد خودشون هم تلویحاً اشاره کردن که کاری که میکنن همون کاری است که امام دوم شیعیان کرد با معاویه. بله اساساً، و خیلی هم گفتن که نخیر آرزوی صلح امام حسین به امام حسن رو بگو. ببینید نگاه رهبری جمهوری اسلامی وقتی به طرف دیگه نگاهی باشه که شیعه به معاویه داره، خب این نگاه عدد در اساس شایه مشکلی نیست. یعنی یک نگاه امروزی وقتی نیست و درون یک نگاه مذهبی میاد، یعنی همچنان معاویه خب در شیعه شخصیت میدونیم کی هست، ولی در اهل سنت شخصیت بسیار بزرگ جو ثواب است. ولی من میگم دیگه کتاب وحی این نگاه میتونه نگاه صلح طلبی باشه اساسا. حالا اونا ببینید این بازی آقای اوباما که معاویه و اینا براش مطرح نیست، یعنی لابی جمهوری اسلامی غافل نشید. بله ولی اوباما دنبال اینه که بگه اقوال رو به افعال تبدیل کنید. حال بگی با داریم با معاویه صلح میکنیم یا با یزید، اینا برای داخله. ببینید یه دکانی باز شد به نام جمهوری ولایت فقیه، این دکان در زمان آقای خامنه ای دو نبش شد، فریب مردم، دروغ گفتن و فریب دنیا. حالا آقای خمینی تکلیفش معلوم بود، حرف زدنش با دنیا معلوم بود، سیاست ها هم معلوم بود. یه روزم که لاریجانی اومد گفت با امریکا گفتگو کنیم، گفت بندازینش بیرون، از وزارت خارجه انداختنش بیرون، یا آقای محلاتی رو از نمایندگی برداشتن. آقای خامنه‌ای اومده یه جهانی فرض کرده که در این جهان اقطاب جهان صبح که خواب بلند میشن میگن ما چیکار کنیم این سه دری آقا رو بکشیم پایین. تصور آقای خامنه‌ای از دنیا اینه، روزی هم که با امریکا مجبور بشه صلح بکنه و تفاهم، محال اجازه بده آمریکا برگرده به ایران.
یعنی سفارت امریکا باز بشه، چون این دایلما رو داره، این تصور رو داره که آمریکا برگرده رژیمش سرنگونه. بنابراین با آقای روحانی میگه برو بشین گفتگو بکن، اما همطور که دکتر سازگارا گفت سینه زنان نارمک شب گریه میکنن که ما آمریکای جهانخوار اینقدر مثلا ما رو آزار داده، ما خواهیم بریم صلح کنیم. صبح آقای خامنه ای ترسش میگیره که یاران وفادارش رو دست بده، این دستور صادر میکنه. آقای خامنه ای اهل صلح نیست، نه صلح امام حسن، نه صلح زین العابدین، نه صلح دیگری، فقط از این کلمات اینا استفاده میکنن برای فریب عوام، همونطور که تو جنگ یک نام میهنی روی عملیاتشون نذاشتن. بله. والفجر بود و رمضان بود و شما یادتونه یک کلمه میهنی زیر دریاییشون اسمشون میزن تاریخ، یه اسم ایرانی نمیذارن. نگاه کنید تمام رفتار و منش اینا، فریبکاری و تظاهر، استفاده از مذهب برای تحمیق خب همین من اون پرسش من مشرف بر همین هست که بالاخره مجموعه همه اینها عمل داره میکنه. بله. یعنی وقتی نگاهش به طرف مقابل در این اصل اینه که با معاویه طرف هستن، این عمل اگر نکنه میگیم خیلی خوب، ولی داره عمل میکنه. سینه زنا دارن بله. اثر میذارن، زنجیر زنا به گفته شما های سازگارا اثر میذارن، اون پشت باندهای اقتصادی بله. که سود میبرن از این وضعیت اثر بله. میذارن. و یک نکته در همین زمینه هست، میدونم شما سرمان خوردین سخت زیاد صحبت کردن، ببینید آقای فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفته، آقای روحانی رفته اونجا گفته من به عنوان رئیس جمهوری ملت ایران، ایشون در میان میگه عقلانیت روحانیت شیعه در چهره رئیس جمهور در سازمان ملل درخشید. این اهانت به اهل سنت نیست؟ معلومه. یعنی چرا اصلا یعنی 14 میلیون سنی جز ملت ایران نیستن؟ یهود و نصارا و زرتشتی و بهایی و هیچ کدوم جز ملت ایران نیستن. بعد یه نکته در نظر بگیر، دیروز محمد تقی مصباح یزدی میگه چقدر خوشحالم که گزینه ما انتخاب نشد، یعنی آقای سعید جلیلی، چون اگر انتخاب میشد انقدر تو کارش اشکال میذاشتن که بعد از 5-6 ماه فلج میشد. خوشحالم آقای روحانی شد. این حرف خیلی معنی داره. نه. یعنی این بدبختی ها به سر روحانی میاد، روحانی میره هیچ کاری نمیتونه بکنه، ملت هم میگن هیچ کاری نتونست بکنه. ببینید این باند مافیایی حاکم بر ایران هر چی فکر میکنم نه قابل اصلاحه، نه مجال به اصلاح طلب میده جلو بیاد. اینا در مجموع واقعا آدم متاسف میشه که بعضیا چجور برای اینا سینه میزنن. هنوز آقای روحانی اومد دوستان یعنی نیویورک به من میگفتن بعضی از این رفقای لابیست پشتک و وارو دارن میزنن از خوشحالی. خب آقای سازگار یک نظر وجود داره که اینکه جمهوری اسلامی در برنامه اتمیش تا جایی پیش رفته که عقب نشینی نمیتونه بکنه، به این معنی که اگر قرار باشه بگه خیلی خوب ما توافق میکنیم، استاپ میزنیم، میستیم و بیاید مثل صدام اومد تمام پرونده شد داد، نمیدونم مثل لیبی، مثل فلان، بالاخره باید بیان این اورانیوم غنی شده 20% هرچه که هست رو بردارن ببرن تمام پرونده های مربوطه رو هرچه که هست، و این چیزی نیست که از چشم خبرنگارا تلویزیون ها محروم بود. یعنی یک جور تسلیم شدن در برابر غرب تلقی ممکنه بشه و این چیزی نیستش که جمهوری اسلامی طالب باشه. یعنی به همین به یکی از دلایل عمده هم همین هستش که جای عقب نشینی برای خودش نگذاشته، چون قضیه رو به یک جنگ تبدیل کرده، به یک برخورد، به یک مبارزه، به یک تقابل. اینطور نیست؟ من اجازه دارم آقای کلنگی یه جمله راجع به اون صلح امام حسن عرض کنم به اون جمله بیخی گلوم مونده فکر میکنم بعد بگم من عرض شد که این تشابه تاریخی درست کردن با حوادث تاریخی اولا که به قول حکما از مغالطات تمثیلیه، یعنی یه جور مغالطه است. شما بیاید خودتون رو با شخصیت‌های تاریخ مقایسه کنید، فکر کنید که مدعاتون اثبات شده، چون شما میتونید با یکی دیگه مقایسه کنید، میتونید با امام حسین هم مقایسه کنید که رفته کشته شده.
و ضمن در داستان امام حسن فرمانده قشون ایشون 500 هزار سکه رشوه گرفت رفت سمت معاویه و امام حسن اطرافیاش در واقع بهش خیانت کردن. آقای خامنه ای سرداراش این پولو از کیسه ملت برداشتن، سردار محصولیش و سردار قاسمیش و این و اونش میلیون ها سکه طلا رو از کیسه ملت برداشتن و اطرافیای ایشون و سازمانش و دور خودش هم نشستن. یعنی اگه قرار باشه مقایسه تاریخی بشه، ایشون و دم و دستگاهش رو بیش از همه باید با خلفای زرپرست بنی امیه و بنی عباس مقایسه کرد در تاریخ. اما از این بگذریم، ببینید جمهوری اسلامی یک سیاست آقای روحانی در صحبتاش یک چیزی رو دروغ گفت، یا بهتر بگیم راست نگفت، گفت داستان سلاح هسته‌ای در دکترین امنیت ملی ما هیچ وقت جا نداشته. این دروغه. در دکترین امنیت ملی ایران سیاست بازدارندگی به معنی این که بتوانند به دنیا بگویند که ما امکان تولید سلاح هسته‌ای، امکان تولید کلاهک هسته‌ای که سلاح رو حمل کنه و موشکی که اون رو ببره داریم، ولی نمیخوایم سرهمش کنیم و به این روش ما بازدارندگی کنیم و کسی به اون حمله نکنه. این اون نکته ایست که دنیا هم سرش حساسه. میگه شما وقتی موشک داری که میان برده یا بلند برده، کلاهک هم میتونی بسازی، اورانیوم غنی شده هم یا پلوتونیوم 209 هم در عراق که میخوای از بهار را بندازی میتونی تولید کنی و پرسرعت هم باشه، بلقوه میگی من میخوام برسم یه جا دو ماهه هر وقت خواستم بمب اتمی با موشکی که حملش کنه داشته باشم. میگن خب این مسئله باعث میشه که هم میتونی همه کشورهای عربی رو بزنی، هم اسرائیل رو بزنی، هم حتی اروپا رو بزنی. در نتیجه چون رژیم ناراحتی هم هستی و همین الان که 4 کاتیوشا داری میدی به حزب الله استفاده کنه، فردا که این سلاح داشته باشی ممکنه به القاعده هم بری استفاده کنه، لذا دنیا نمیگذاره. خب همینجا آقای سازگار پرسش من درست همینجاست، چه دلیلی وجود داره جدا از اون که عقب نشینی به معنی تسلیم رسیده به جایی که به عنوان تسلیم شدن در برابر غرب تلقی میشه، قضیه رو به جایی رسونده، چه دلیلی داره که عقب نشینی کنه؟ یعنی این به هر حال در دین ما حرام است استفاده از سلاح اتمی یا بقیه چی، چه دلیل قانع کننده ای اون ور هست؟ ممکنه بفرمایید که تحریم ها، اما میبینیم تا زمانی که به خود حکومت لطمه آنچنانی نمیزنه تحریم و افرادشون باندهایی اصلا بهرمند میشن، تحریم هم باشه مردم دواش گیر نمیارن، بچهشون داره از دست میره. ببینیم دلائل قانع قوی که جمهوری اسلامی، رهبران جمهوری اسلامی از برنامه اتمیشون عقب نشینی کنن و اینو بازی تلقی نکنن کشورهای مثل اسرائیل، اون دلائل قوی چی هست؟ اتفاقا همین هم هست که آقای چالنگی، مثلا سناتور آقای جان مککین، لینزی گرام و خانوم آیوت کلی آیوت سناتور امریکا نامه رو امضا کردن با آقای اوباما، سناتورهای مهم و پرنفوذی هم مثلا جمهوری خواهن هم یک بیانیه مشترکی رو امضا کردن منتشر کردن. شرط بگذار اول غنی‌سازی رو ایران متوقف کنه بعد. آقای سازگار بله، ببینید مسئله این است که دقیقا درست میگید، دنیا مشکلش اینه. من از لابلای نه حرفای نطق آقای روحانی، فقط مصاحبه‌ای که با واشنگتن پست کرده ایشون، خطوطی که اختیار داره و الان استراتژی مذاکره ایران آدم میفهمه، ایران داره میگه غنی‌سازی رو برام به رسمیت بشناسید، من تا زیر 5% هم حاضرم بیارم، ذخایرم هم باشه. حتی آقای روحانی در مصاحبه با واشنگتن پست میگه ما حاضریم الحاقی انتیتی رو امضا کنیم، یعنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حق داشته باشه اون الحاقیه‌ای که بهش اجازه میده که بازرساش هر زمان و هر مکانی میخوان بیان سرزده بازرسی کنن، کاری که در معاهده پاریس خود آقای روحانی قبلا امضا کرده بود و رضایت داده بود، غنی‌سازی رو هم توقف شده رضایت داده بودن.
و چرا؟ و برای این که عرض کردم جمهوری اسلامی الان استراتژی مذاکرهش نیست که حق غنی‌سازی رو بگیره، با همون نکته‌ای که عرض کردم فوردو رو قرار نیست تعطیل کنه، برای اینکه سنتریفوژهای های تکنولوژی و با سرعت بالا اونجاست، نه در نتنز ممکن حاضر باشه حتی تعطیل کنه، برای اینکه بالقوه بتونه بگه من سلاح هستی. اما چرا الان اینجور پرپر میزنه و مثل 8 سال گذشته که سیاست سکان دست آقای خامنه‌ای بود، جلیلی و احمدی نژاد و اینا همه دیکته آقای خامنه‌ای رو مینوشتن، زدن زیر توافقات قبلی خود همین آقای روحانی در پاریس و غیره، چرا الان برگشتن به التماس افتادن که یه جوری حل کنن؟ دقیقاً قصه تحریم هاست هم نفته. دیروز آقای زنگنه اعلام کرد در 6 ماهه نخست امسال کل صادرات نفت و میعانات گازی که اون به صلاح فرورده بسیار سبکی است که روی گاز هست، کل اینا رو هم دیگه ما 23 میلیارد دلار درآمد داشتیم که به نسبت اگه تا با همین آهنگ تا آخر سالم بره که ممکنه پایین بالام بشه، میشه 46 میلیارد دلار کل درآمد کشور، که نسبت به 100 میلیارد دلار درآمدهای دوره احمدی نژاد خب خیلی کمه. و همین دلیل به اشکال خورده، ضمن اینکه لایحه جدیدی که در کنگره امریکا هست اگر تصویب شه همین رو هم میخواد به صفر بره. بسیار آقای سازگار برمیگردیم، حتما سوال ها در همین زمینه هست. آقای نوری‌زاده از اون برم گفته میشه برای آمریکا هم یک مشکلاتی هست علی‌رغم نطق آقای اوباما علی‌رغم، و اون مشکلات عبارت از اینه، خب اسرائیل به جای خود متحد باید آمریکا جز تعهداتش هست، امنیتش امنیت آمریکا هم گفتن تلقی میشه، اما نزدیک شدن بیش از یک حدی به جمهوری اسلامی این باعث دور شدن نسبی کشورهای متحد عرب خواهد شد و نزدیک شدنشون به روسیه یا جاهای دیگه، در نتیجه اینم گفته میشه که دست آمریکا رو میبنده، اگر هم میخواد روابطی داشته باشه آنچنان روابط گسترده ای عجیب غریبی نخواهد بود. چی هستی؟ پریروز مصاحبه کرده بود راغد درغام نویسنده الحیات با وزیر خارجه مصر در نیویورک هستی؟ در نیویورک. فوق العاده جالب بود. در برابر این پاسخ که روابط ایران و مصر، روابط مصر و آمریکا در چه شرایطی است، گفت علاقات مضطربه، پر تشویش، پر آشوب، و با عربستان هم همینجوره، سعودی ها بسیار از آمریکا آزردن، به خصوص در مورد سوریه گفتن آقا دیگه مدرک میخوای، دلیل میخوای، سلاح شیمیایی استفاده کرده. به طور کلی با حاشیه خلیج فارس امارات الان رفته سراغ روسیه، داره ازش اسلحه میخواد 700 میلیون دلار. عربستان رفت امیر بندر 15 میلیارد بعده قرارداد استراتژیک دارن. فرانسه داره به شدت توی جهان عرب نفوذ پیدا میکنه، داشت نفوذ بیشتر شد، نه فقط در هلال الخصیب در حاشیه خلیج فارس، الان در ابوظبی در امارات پایگاه داره، الان قطر هم گفتگوهایی رو آغاز کرده. برخه میخوام بگم امریکا خیلی به اعتبار خودش لطمه زده سر مسئله مصر و سوریه، حالا ایران هم بهش اضافه بشه. اما این نکته رو باید بدونیم، ایران یه قدرت منطقه‌ایه، تردیدی نیست این قدرت، این قدرت اگر در جای خودش درست عمل کنه که زمان شاه میکرد، این قدرت منطقه‌ای مورد تأیید بود نه تکذیب. نمونش در جریان عمان رفتیم زوفا رو شکست دادیم و سلطان قابوس رو تختش نشست، ماندگارش. در مسائل دیگه هم همینجور همکاری های منطقه‌ای داشتیم. الان اهمیتش هم بیشتر شده به خاطر جمهوری های شمال ایران، بله، یعنی میتونه از این نقش الان در عراق یه رژیمی که میتونه دوست ایران باشه، و متاسفانه سیاست های جمهوری اسلامی همونطور که فرمانده اسبق نیروی دریایی سپاه سردار حسین علایی میگه، ایجاد نفرت در منطقه علیه ایران کرده. چرا این انگیزه؟ آیا قضیه شیعه سنی است؟ قضیه منافع سنی. مساله اقتصادی، قضیه چی؟ 34 سال از انقلاب میگذره، چرا هنوز همون مسائل مسائل روزای اول صادق نیستن؟ چرا صادق نیستن؟ میرن قرارداد امنیتی با عربستان میبندن،
اوکی فانتاستیک، ماچو بوسه و فلان. آقای رفسنجانی 17 روز در شهرهای حجاز مانور میده، آقای خاتمی میره ملک فهد بیماره که 2 سال فرودگاه نرفته رو صندلی چرخدار میره ازش استقبال میکنه، همه این کارا رو میکنه. 2 ماه بعد کشف میکنن که 20 تا طلبه سعودی که توی قم بودن دارن آموزش نظامی و چگونگی ساختن بمب رو یاد میگیرن. خب همین های نوری زده، این که یک پارچه نیستن علتش چی هست؟ یعنی بالاخره یک نظام انقلابی شده، 34 سال گذشته، شما الان مثلا با کره شمالی تکلیفتون روشنه، رژیم درستی نیست، اما یک نظامی است. با همین سوریه قبل از این داستانا بالاخره یه ولید معلم وزیر خارجهش بود. ایران قضیه چی هست؟ چه مسائل ایدئولوژیش، اختلاف منافعشون از این جناها؟ این رژیم، هویت و معنی این رژیم توسعه طلبی است. من صحبت میکنم چندی قبل با ابو مازن صحبت میکنم که دوستم با آقای روحانی ملاقات کرد، میگه این عربا میگن ما الان به این نتیجه رسیدیم که جمهوری اسلامی تمام این بازی های خاتمی، لبخند، روحانی، همه بازی. اصل کارشون دشمنن، به دنبال برقراری برپایی امپراتوری شیعن، و هرچی هم به ما میگن دروغ میگن، دست میدن روبوسی میکنن، اما همونجا خنجر تو پشتشون از طریق شیخ عبدالحسین ابن حسن فلان میخوان بزنن توی کمر ما. اینه که بهش اعتماد نداره. و زمان آقای خاتمی خیلی روابط تغییر کرده بود. ایران سالیانه میلیون ها دلار از نمایشگاه تجارتیش تو عربستان پول گیرش میدن، چقدر نزدیک شدن. زمزم کلا ایران دیگه جای پپسی و کانادا رو گرفته بود، متاسفانه نکرد. بعد اون توطئه ها کش شد، شبکه جاسوسی در کویت، شبکه تروریستی در بحرین، اون لبنان، حزب الله دولت لبنان رو به گروگان گرفته. آقای روزاد، این حرف آقای فیروزآبادی رو خیلی ساده هم نمیشه ازش گذاشت، چون ایشون به هر حال مهره بسیار سنگینی هستن، یعنی کم وزن نیست جایگاهی که داره، رئیس ستاد کل نیروهای مسلحه. این رئیس مفهومن و مصداقن ایشون. آه بله. بله شما آه به وزن فیزیکی بله. عرض کنم خدمت شما که این رؤسای جمهوری ما تر کدوم برای یک نوری مثل که ازشون ساته میشه در مجمع عمومی، ایشون هم میگن درخشید درخشش. بله حلقه است یا نوره. خب آقای سازگارا ببینید، اون برای قضیه این سیاستی که به اداره اوباما در برابر ایران داره یا حکومت ایران داره، خیلی این اعتقاد دارن که این سیاست نرمش یا هر چیزی که هست، این اتفاق زیادم به سود جمهوری اسلامی نیست. چرا؟ که جمهوری اسلامی رو دچار این توهم میکنه که بله ما ببینید این اقدامات ما باعث شده که خیلی هم چیز بشه، آمریکا در حال تسلیم شدن هست عملا، میدونین، یعنی معتقد هستن که اتفاقا اشاره به این قضیه هم دارن که مثلا در زمان گروگانگیری با اینکه آقای خمینی بود، با اینکه پشتوانه انقلاب داشت، با اینکه این اون و زمان جنگ، وقتی که اصلا هیچ کسی خواستار حمله نظامی یا اقدامات اونطور نیست، اما یکی دو تا اقدام صراحت و روشنی و قاطعیت سیاست واشنگتن هم باعث شد بلافاصله گروگان ها آزاد بشن، بلافاصله آقای خمینی قطعنامه رو پذیرفت. اما چون این سیاست، حالا اسم این ورش هم میشه گذاشت نرمش قهرمانانه واشنگتن در برابر قضیه، محترم هر چه که هست، این زیاد هم به نفع جمهوری اسلامی نیست. نظر شما چیه؟ من اجازه میخوام آقای چرنگی باز هم ابتدا یک چیز دیگر رو عرض کنم راجبه، چون اسم هموطنهای اهل سنت ما اومد. بله بله. نگرانی خودم رو ابراز کنم از اینکه 6 نفر از زندانیان اهل سنت، حامد احمدی، صدیق محمدی، کمال ملای جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی و سید هادی حسینی زیر اعدام هستند در زندان قزلحصار، از انفرادی بردنشون از بند و عفو بین الملل هم اطلاعیه داده بود که صحبت چند ساعته و نگرانی همه رو برانگیختن. همینطور هم امام جمعه راسک و 10 تن همراهش رو بعد 530 روز
انفرادی آوردن و میخوان اتهام محاربه بهشون بزنن و فشار به اهل سنت ایران انصافا شرم‌آور به تمام اقلیت‌های ما، بهائی‌ها، مسیحی‌ها، یهودی‌ها، دراویش، اهل سنت و مسئله‌ای که انصافا جای نگرانی داره. اما ببینید آقای چالنگی، اختلاف ایران و امریکا در این ماجرا نوع برخورد رو عرض می‌کنم. به نظر من کاملا اختلاف دو فلسفه است پشتش. امریکایی‌ها ساختار جامعه‌شون، فلسفه تمدنیشون کاملا عملگراست، پراگماتیسته، در واقع تابوهای کشکی نمی‌سازن، خیلی روشن مشخص و بدون اینکه در واقع بخوان که چیز خاصی رو برای خودشون بی خودی خط قرمز بکنن برخورد میکنن. به همین دلیل از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا همین امروز هر کسی در کاخ سفید بوده، آقای اوبامای چپ باشه یا ریگان راست باشه، هیچ مشکلی نداشتن. هر وقت صحبت شده دستشون دراز کردن به ایران، گفتن خب بیا بشینیم حرف بزنیم. یعنی احساس نمی‌کنن حرف زدن مسئله‌ای داره، پراگماتیستن کاملا، میگن بشیم. اما در ایران فلسفه پشت جمهوری اسلامی یک نوع ایدئولوژی گرایی، یک نوع آرمانگرایی منبعث از یک قرائت ایدئولوژیک از دین که بسیار قرائت بد و اشتباهی هم هست از نظر من، این فلسفه پشت جمهوری اسلامیه که در نتیجه مثلا اسم آمریکا رو میذاره شیطان بزرگ آقای خمینی، یه بار دینی بهش میده، بعد انگار اصلا نشستن با آمریکا حرف زدن واقعا به لحاظ مفهومی چه فرقیه بین امریکا یا انگلیس یا فرانسه یا روسیه. ولی در این مدت هم پشت پرده حرفم زدن، مذاکراتی هم بوده، نه اینکه نبوده. دقیقاً این ببینید، این بخشش در واقع در ایران، اون بخش دقیق سوال شما، سوال بسیار بسیار اساسی شما که خب چرا تو ایران اینجور شیر تو شیره، چرا اینجور عدم تمرکز و جنگل قدرت هست. ببینید این برگردیم عقب، یه بخشش بزرگش ناشی از قانون اساسی ایرانه، یعنی قانون اساسی که بعد سازماندهی کشور بر اساس اون صورت بگیره به گونه ایست که قدرت پخش شده به نوعی که هر کی یه گوشش رو میکشه. ولی مهمتر از اون پایگاه قدرت نظام جمهوری اسلامی روحانیت شیعه ای بوده که برابر تعریفش هر کی مجتهد میشده تقلید برش حرام بوده. در نتیجه برخلاف روحانیت اهل تسنن یا کاتولیکا یا غیره، هیچ وقت دارای سنترالیزم نبوده. در نتیجه از همون روز اول هم آقای خلخالی تو روی آقای خمینی همون شب اول که می‌خواست یه در اعدام کنه وایساد، گفت چی میگی شما، یه مجتهدی منم یه مجتهدم. آخرش مصالحه کردن که 25 نفر اعدام نکنه ولی ببره 4 نفر تیربارون کنه روی پشت بود. ببینید اینجوری در واقع باعث شده که جمهوری اسلامی از یک نوع پراکندگی قدرت و پایگاه قدرت همیشه رنج برده و به اضافه اینکه استعداد روحانیت شیعه به قول آقای مطهری عوام، اگه بشه اسمش استعداد گذاشت، عوام زدگیه، یعنی چششون به منبره، به مخاطبین منبره، عامه مردم یه چیزی بگن عوض میشه، مثل خود همین آقای خامنه ای الان تو همین ماجرا، و احساس کنن که پامنبریاشون رو از دست میدن چون وجوهاتشون رو یه عمریت دست مردم گرفتن، منبع تغذیهشون اونجا بود. به همین دلیل دائما تغییر میکنه و با امواج زیر و زبر. به همین دلیل هم هست که در ایران قانون با این کیفیت از روز اول، بعدم یه قانون اساسی بوده که ساختار کشورم اینطوری کرده، حالا دیگه اینا رفتن شدن پایگاه‌های قدرتی که هر کدومم پول و پله و قدرت و دسته و چاقوکش و آدمکش هم دارن. در نتیجه موضوع سیاست در ایران شده این که چجوری مثل دموستنس خطیب وسط تیغ و میخ چجوری دستتو تکون بدی که این گروه قدرت گازت نگیره، اون یکی تو سرت نزنه، این به جون اون نیفته، و اتلاف نتیجه برایند مجموعه نیروها اون وقت برای کشور نزدیک به صفر، گاهی منفی میشه.
بسیار خب، چون اسم بردید آقای مطهری مرتضی مطهری روحانی که ترور شد توسط گروهی اگه اشتباه نکنم فرقان بله، ایشون عضو انجمن سلطنتی فلسفه بودن، آقای حسین نصر در اونجا بود، آقای حداد عادل هم عضوش بود، اما همین آقای مطهری بعدن از کسانی بود که به چهارشنبه سوری و سنت‌های ایرانی حمله کرد، کسانی که بله به فحاشی کرد، حتی به کسانی که خود ایشون این حرفو زده از یک طرف، از طرف دیگه فحاشی به کسایی که چهارشنبه سوری برگزار میکنن که عقل ندارن، یک مش مردمان بدوی را به هر حال گفته بودن. به هر حال خداوند از گناهان همه بگذره با هر اعتقاداتی که دارن و هر روشی که هستش. آقای نوروزاده همین سوال معادله رو نگاه کنیم، آقای خمینی گروگانگیری، آقای خمینی جنگ، ریگان هست هنوز سر کار نیومده، گروگان ها آزاد میشن، اونم آقای خمینی گفته بود از انقلاب اول هم مهمتر است گروگان گیری. الان این معادله چه جوری شده، به چه شکل هست؟ خامنه ای، اوباما؟ نه ببینید، ریگان خیلی استریت فورورد، خیلی مستقیم پیغام فرستاد، من کارتر نیستم، اینا باید آزاد بشن. حالا توی اسراری که از اون مذاکرات لحظه که آقای بنی صدر هنوز معتقده که بله، مستند به حرفای هامیلتون جوردن که اینا پشت پرده توافق کرده بودن که کارتر رو محکوم کنن از انتخاب مجدد، که خدا رو شکر که کارتر دوباره انتخاب نشد، چون انتخاب میشد 4-5 تا کشور دیگر هم به هم میزد. آقای اوباما هم به نظر من نه خطابش نه سیاستش بر اون معنی نیست که تهدید کنه، اما اصولا مسیر این مجازات ها به سوی داره میره که جمهوری اسلامی فلج خواهد شد. اینه که اینقدر دکتر سازگارم گفت هولن، میخوان یه جوری سایه اولا این شمشیر داموکلس کنگره آمریکا رو از سر خودشون دور کنن، چون دیگه اون 23 میلیارد هم نمیتونن بفروشن، و دومی که یه وضعی در داخل کشور ایجاد کنن. اوضاع بده، خودشون دارن اقرار میکنن بودجه ای که نصف پولشون ندارن و 70%شون ندارن، میخوان برگردن به دوران 1/12، زمانی که ما نفت نبود، چجوری بودیم و وضعمون چی بود. اوضاع خرابه، من میخوان به هر نحوی شده، حالا که رئیس جمهور آمریکا آدم ملایمی است و علاقمند جنگ نکنه با صلح با مصالحه، خب بریم باش بشیم صحبت کنیم. خب چرا نمیکنن؟ خب اصلا مثلا دوباره همون دایره است آقای نوری‌زاده. ببینید نه. چرا نمیان صراحتن؟ اگر واقعیت اینه، اگر به مشکل اقتصادی برخوردن که خوردن، چرا صراحتن نمیان اعلام کنن بیان راست و حسینی به قول خود؟ شما یک نظام منبعث از مردم میاد به مردم گزارش میده این سیاست من غلط بود، وزیر خارجم عامل سیاست بود، میره کنار. شما در همون مصر یادتونه آقای فهمی با سیاست سادات مخالف بود، شجاعانه استعفا داد، پدر وزیر خارجه همین و الان هم داریم میبینیم تو همین چندی قبل دیدیم آقای عمرو موسی در جایی که اختلاف نظر توش رفت کنار، یعنی انقدر اینا برای خودشون ارزش قائلن. در جمهوری ولایت فقیه افراد نوکر ولی فقیه، تبعیت از او میکنن، او هم نماینده امام زمانه، بنابراین شما با یه پدیده مذهبی روبرو هستی. مردم هم فریب دادن، گفتن ما فرستادگان خدایی. آقای نوری‌زاده من حرف من اینه، نه ببینید، وقتی میگه که مصباح یزدی میگه مخالفت با ولی فقیه مخالفت با پیغمبر و ائمه است، خب این ولی فقیه الان تو نظر مردم یه آدم مقدسی است که آمریکای جهانخوار هم شکست داده. حالا بیان اینا نشون بدن جلوی مردم نخیر، ما رفتیم به آمریکا گدایی میکنیم، التماس میکنیم. اینا گرفتارن، پاشون تو گل فضایی است که ساختن، دروغایی است که گفتن. نه این دو تا ببینید، نمیخوام بگم متضاد، اما هست. دو چیزی ببین. ببینید از یه طرف این نگرانی که شما بهش اشاره میکنی داره. خب اگه داشته باشن راه حل روشنتری رو دنبالش میرن. از یه طرف دیگه چرا این ممکنه اینطور هم باشه که آقای خامنه ای مثل
بقیه مستبدین دیکتاتورها پشت درهای بسته فکر میکنه بسیارم اوضاع خوبه، دست کم اوضاع خودشون نگاه میکنه خوبه، مردم هم که یک نون و ماست بخورن پا منبری باشن کافیه، همین هم به قول خیلی از علما از سرشون زیاده، خیلی ها میگن یا آقای مصباح یزدی یا بقیه. بنابراین خودم یل، اسمم رخش، شمشیرم خسروی، عراقم که دستی دارم، سوریم که اینطوره، در کشورهای خلیج فارس هم که از ما حساب میبرن به یه نحوی. بنابراین ما همتراز آمریکا هستیم در منطقه، شاید اینطوری فکر میکنن، چرا نه؟ خب ببینید اینطوری اگه فکر کنن، اگه خزانهشون پر باشه تا اون زمانی که پر بود بله، ولی الان خزانه خالی است. برای خودمون کافیه. من خمینی یا نیست، چون اینا از اون روزی میترسن که این مردم بلند شن. این دفعه دیگه از اون خیلی میترسن. سرکوب میکنیم مثل سوریه میگن. ایران نمیشه. ایران سوریه نیست. ایران الان شما ببینید توایفی که تو ایران هستن همه ناراضی. ایران مثل سوریه نخواهد شد. و به نظر من اینا جرأت مقابله با مردم رو در ابعاد وحشی بشار نخواهند داشت. نظر شما رو میشنویم آقای سازگار در همین زمینه. اجازه بدید من تو همین ماجرا یه مقایسه‌ای بکنم. آقای روحانی در صحبتش در سازمان ملل گفت که انتظار داریم از واشنگتن صدای واحد بشنویم. این حرف غلطه. درست برعکسه، یعنی بله غلطی رو مطرح کرد. چرا؟ منظورش این بود که خلاصه کنگره با ادمنستریشن و دولت یه حرف بزنن. در واقع پشتش این که نگران این لایحه جدید در کنگره است که تو سنا سلا. ایشون این رو نمیداند یا نمیخواهد، خود تجاهل میکنه که آمریکای کشور دموکراتیکه. صداهای مختلف و تکثر صدا بخشی از دموکراسیه، ولی هنر دموکراسی ها این است که این تکثر رو سازمان یافته می کنند، قانونمند می کنند، در نتیجه در انتها به تصمیم می رسه، ساز و کار داره. مجلس جاش معلومه، قانون می گذاره، دولت معلومه. نخست وزیر بریتانیا آقای کامرون بسیار علاقه داشت برن در سوریه همدوش امریکا جنگ کنن، رفت در مجلسش رای نبرد. بله. این ساز و کار روشنه. اما در ایران حالا از باب همین مقایسه، بنابراین در دموکراسی ها چند صدایی اصلا تعریف دموکراسیه، ولی قانونمند و سازمان یافته است. شما هم تکلیفتون معلومه، میدانید گرایش های احزاب در آلمان چجوریه، توازن قوا در پارلمانش چجوریه، دولت چجوری رأی میده. اما در ایران همین پریشب آقای چارلی روز در تلویزیون پابلیک امریکا، برنامه خیلی مهمیه ایشون، با آقای روحانی مصاحبه کرد، ازش پرسید که شما اومدی اینجا، سپاهی ها در آمریکا، در ایران خلاصه برای آمریکا خط نشون کشتن، آیا شما ناهماهنگی دارین، مشکل دارین با این تندروها به اصطلاح و سپاهی ها؟ ایشون دروغ گفت. نه ما در واقع ماسمالیش کرد، از زیرش در رفت، گفتش که نه ما توی فرمانده سپاه عضو شورای امنیت ملیه، ما در شورای عالی امنیت ملی همه چی رو هماهنگی، نه ما اختلافی نداریم. در حالی که واقعیت این نیست. در ایران ببینید آقای خامنه ای، ما دموکراسی نداریم، ساز و کار سازمان یافته چند صدایی بودن رو نداریم، در نتیجه همه راه ها دست ولی فقیهه. اما ولی فقیه ما هم استالین نیست یا هیتلر نیست یا صدام نیست که یه حزب سازمان یافته یه سنترالیست دیکتاتور با عرضه‌ای باشه که بگه همه گوش کنن. آدم بی عرضه و دهنبین و عرض شود تابع روحانی، تابع جویه که عقیدش عوض میشه، کج میشه، گروه های فشار هم بعد از یه مدت. پس قدرتشو از کجا میگیره آقای سازگارا؟ قدرتشو یک همچین روحانی با یه همچین خصوصیاتی نشسته رهبری کشوری مثل ایران، پایه‌های قدرتش کجاست؟ پایه قدرتش ببینید روز اولی که این نظام اینطوری شکل گرفت، آقای خمینی بزرگترین پایگاه قدرتش
کاریزمای خودش و نفوذ میلیونیش بود که مثل رهبران فاشیست از بالا سر نخبگان جامعه میتونست رد شه، با میلیون ها نفر مستقیم بسیج کنه بیاره قرار. ولی آقای خامنه ای چون این پایگاه قدرت رو نداشته و ضمناً آیت الله سطح بالایی نبوده، روحانیتش هم حتی نمیتونسته پایگاهش باشه، آروم 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 این پایگاه قدرت رو تبدیل کرد به گروه های نظامی امنیتی مالی. در نتیجه ایشون ساختار قدرتش متکی به یه تعداد باند مافیایی ثروت و قدرت که خودش هم ناچار بین اینا بسیجی ها رو با سپاهی ها، سپاهی ها رو با ستاد اجرایی فرمان امام، اونا رو خورایی توی نمیدونم بنیاد مستضعفین، با اینجا با این آیت الله شیکر رو بده، به اون یکی نمیدونم پارچه رو بده، به اون پنبه رو بده، باعث شده که خودش هم نوع حکومتش یک تعداد باند مافیایی ثروت و قدرت هن که در توازن برقرار کردن بین اینا خودشون بالا بچینه که این باندای ثروت و قدرت اون پشت سر یه چیز توافق دارن، اونم خالی کردن جیب مردمه، بسیار کردن مردمه، ولی دائما هم مثل سگ و گربه تو سر هم دیگه هم میزنن. بسیار خب آقای نوری‌زاده، الان آقای تقریبا چهره که چه از کنم، یعنی روش و شیوه کار آقای روحانی برای جامعه غرب کم و بیش روشن شده که نه خیر اون خبرام نیست، علی‌رغم اون جار و جنجالی که شد توجه هم به این جلب شده که ایشون درسته اکثریت رو در انتخابات آورد، اگر انتخابات سالمی بود، ولی حدود بیش از 10 میلیون هم رأی نداد. بله. اما 10 میلیون 15 میلیون بیش از 10 میلیون به هر حال رأی نداد. به هر حال اینا داره کم و بیش الان داره مطرح میشه که ببخشید نکنه ما هم داریم سر رو بخوریم شما که دائم مصاحبه آقای ما فکر کردیم تفسیر خبر، یه بار سرماشو خورد دو هفته پیش همه برنده ها شروع شد بلدم خورده بود. بله همون میگم دیگه، هم شما هم من هم آقای سازگاران بنوید به برای آیه برنامه‌ای هم که تو الان ارائه داده به نظر میاد همچین برنامه‌ای نیست که حتی به وعده های داخلی خودش هم بتونه عمل کنه. یا هست ما خبر نداریم. نبینید اوضاع خیلی خرابه آقای چالنگی، نگاه کنید مملکت بی هدف بی آید در داخل، اقتصاد کار نمیکنه، نارضایتی عمومی رو به تصاعده، الان نظام آموزشی مملکت 8 سال احمدی نژاد چه بلایی سرش آورده به اضافه بلاهایی که قبل از اون 8 سال اومده، تورم، وزارت نفتی که در تیول یه مش آدمخوار مافیایی هست، آقای زنگنالی یه عده‌شون ریخته بیرون ولی هنوز بقیه هستن، نفت تو بازار به التماس با 18 دلار زیر قیمت دارن میفروشن. خب این مملکت وضعش به هم ریخته است، الله اکبری و یا ابوالفضلی داره اداره میشه و آقای روحانی من تیمی که کنارشون میبینم توشون آدم های با حسنیت خیلی زیاد هست، ولی برنامه قدرتمند قوی اجرایی برای بهبود وضع داره. الان به نظر من آقای روحانی و یارانش این 3-4 ماهه فقط نشستن چراغ قوه انداختن ببینن احمدی نژاد و گروهش گنگکاریاشون تا چه حده. یعنی خود زنگنه الان توی وزارت نفت یه تیم رو مأمور کرده بدن توی 8 سالی بودن اینو چیکار کردن، و این تو وزارت آموزش پرورش هم هست. الان آقای توفیقی خب این دانشجویان ستاره دار رو گفته برگردن برن سر درسشون، با چه موج مخالفی روبرو هست. باید آدم فقط سایت های وابسته به ولایت و سپاه و اینا رو بخونه ببینه چه واکنش هایی داره، رو به گسترش این واکنش خیلی زیاد. به نظر من همین آزادی، حالا چند تا زندانی سیاسی که آقای روحانی وقتی میره یک زمینه خوب داشته باشه، همین هم الان اگه باش بازی در نهی بردن الان موکول به عید قدیر شد، حالا کی شامل این میشه؟ بله. کی مشمول این عف ملوکانه میشه؟ واقعا کیا خواهند بود؟ تصاویر ابوالفضل عابدینی، ارژنگ داوودی و زندانیان سیاسی دیگه رو در طول برنامه دید. مجید توکلی، مجید توکلی بله، یکی از سران جنبش دانشجوی کشور، 2 سال حتی از یک تلفن و ملاقات محروم، مادرش نمیتونه حتی ببینیم پسر. و آقای کاظم‌نیه بروجردی هم از روحانیون،
سپاسگزار هستم آقای نوری‌زاده عزیز، امیدواریم هرچی زودتر سرماخوردگی شما خوب بشه. ما که بلافاصله من دست بهتون نمیدم، ما دفعه همین کار بنده هم چه قصدی نداشتم. بالاخره آقای نوری‌زاده یه دو تا ماچ از آقای چالنگی بکن، شما کارش چش اونو بعد از برنامه به هر حال یه جوری با هم کنار میایم. آقای سازگارای عزیز با سپاس بسیار از شما، ما به هر حال امیدواریم که تمام بیماران در ایران، سرماخوردگی که چیزی نیست، همه بیماران، هر کسی که بیمار داره هر چه سریعتر شفا پیدا کنه، کسانی که معطل دارو هستن وضعیت پیش بیاد که برای عزیزانشون داروهای لازم رو داشته باشن. این برنامه رو تقدیم میکنیم، برنامه جمعه شب رو، به همه مادران و پدرانی که نگران سلامتی فرزندانشون هستن، امیدواریم هر چیز زودتر سلامت پیدا کنن. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش باد.